های منتشر شده هدف این حمله یهودی‌ها و شهروندان اسرائیل بودند. یک مقام امنیتی قبرس به وبسایت خبری فیل نیوز گفته عوامل این حمله که به احتمال زیاد وابسته به سپاه پاسداران هستند از چند ماه پیش تحت نظر بودند. بر پایه این گزارش این حمله با همکاری نیروهای امنیتی قبرس، اسرائیل و آمریکا خنسا شده. این گزارش ادامه داده فرد متهم دستگیر نشده، اما تجهیزاتی که از او ضبط شده در شناسایی او مؤثر هستند. مقامات قبرس ضمن ابراز نگرانی از رویکرد حکومت ایران میگن تمام کانال‌های ارتباطی با تهران را باز خواهند گذاشت، چون نمی‌خواهند به بخشی از درگیری‌ها در منطقه تبدیل بشن. شورای امنیت ملی اسرائیل چند ماه پیش هشدار داد که جمهوری اسلامی میخواد شهروندان اسرائیل رو در قبرس و یونان هدف قرار بده. در همین راستا وزرای خارجه اسرائیل، قبرس و یونان اواسط فروردین در مورد تهدیدهای جمهوری اسلامی با هم رایزنی کردند. دو سال پیش هم چند فرد منسوب به جمهوری اسلامی به اتهام تلاش برای ترور شهروندان اسرائیل در قبرس دستگیر شدند. مقامات اسرائیل تاکنون درباره این خبر واکنشی نشون ندادند، اما الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل در مقاله‌ای که در روزنامه تلگراف منتشر شده نوشته تروریسم جمهوری اسلامی تهدیدی علیه همه کشورهاست. به گفته الی کوهن حکومت ایران به هر جایی که برسه به اون آسیب میزنه، امنیت جهانی رو ضعیف و کشور اسرائیل رو تهدید میکنه. وزیر خارجه اسرائیل نوشته کشورش هرگز اجازه نمیده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. سوران خاطری، صدای آمریکا، اقلیم کردستان عراق.